شما نهفته هستند ندارم. و یا سر چه دوراهی هایی قرار دارید؟ خبر ندارم که تا چه حد نسبت به تصمیماتی که باید بگیرید مشکوک هستید یا با چه ترس هایی در زندگی مواجه هستید، با چه مشکلاتی در حال جنگ هستید. خبر ندارم که چقدر گاهی احساس ضعف میکنید، ولی چیزی که با اطمینان میتونم به شما بگم این هست که درون شما یک جرقه طلایی نهفته. زندگی از لحظات و پیشامدهای گوناگون ساخته شده و همه چیز به صورت نامرئی به همدیگه متصل است. حتی اگر آن را به چشم نتونیم مشاهده کنیم، پشت هر مسئله‌ای که در زندگی شما پیش اومده یک دلیل و برهان بالاتری وجود داره که میخواد بهترین چیز رو از درون شما به بیرون بکشه. حتی اگر این رو دوست ندارید بپذیرید، شکست ها و ناراحتی ها در شما یک قهرمان درونی رو بیدار میکنند. این قهرمان از شما میپرسه که چرا این کارها رو میکنی؟ چرا اینطوری زندگی میکنی؟ قلب شما برای چی در سینه میتپد؟ آیا تا به حال اینو از خودتون سوال کردید؟ آیا قدرت بالاتری وجود داره که به آن ایمان دارید؟ خدا، کارما، کائنات و یا هر اسمی رو که میخواهید روی آن بگذارید، آیا فکر میکنید که برنامه بالاتری برای شما وجود داره؟ آیا اطمینان دارید که آن باورهایی رو که دارید در مواقع سخت و دردناک زندگی طرفدار شما هستن؟ من میخوام که شما آگاه باشید که درون شما یک جرقه طلایی نهفته که فوق‌العاده قدرتمنده و همیشه به نفع شما کار میکنه و شما رو از سیاه‌ترین روزهای زندگی دوباره بیرون میاره. اهداف شما در زندگی چیا هستن؟ آیا پول درآوردن به هر قیمتی که شده، به طوری که دیگه هیچ لذتی از زندگی نبرید، خود را تطبیق بدید که همرنگ دیگران شوید، که بعد یک سری افراد شما رو دوست داشته باشند که بی محبتن و مانند سم برای زندگی شما؟ آیا شما به این میگید زندگی؟ آیا دوست دارید مانند یک آدم آهنی باشید؟ اغلب افراد حتی 10 دقیقه وقت برای خودشون ندارن. آیا شما هم جز به این دسته از آدم هستید؟ لطفاً منو اشتباه متوجه نشید، قصدم ایراد گرفتن از شما نیست. من نمیخوام در مورد شما قضاوت کنم، من میخوام شما رو بیدار کنم. الان دارید به حرفای من گوش میکنید که از این گردش خارج بشید. اغلب مسائل جامعه امروزی طوری برنامه ریزی شدن که از ما آدم آهنی بسازند، بدون قلب و احساس و ترجیحاً بدون زندگی شخصی، چون به این صورت بهتر عمل خواهیم کرد. احساس نمی کنید که عمرتون رو دارید تلف می کنید و خیلی کارها رو صرفاً برای درآوردن پول انجام می دید؟ سپس این پول رو خرج چیزهایی می کنید که فکر می کنید شما رو خوشبخت می کنن، ولی در عمق خودتون می دونید که اینطور نیست. در اعماق خودتون می دونید که قادر هستید به پتانسیل خود پی ببرید اگر بالاخره به اون کار رو شروع کنید که خوشحالتون می کنه. مسلماً این ساده ترین راه نخواهد بود و نیاز به شجاعت داره، ولی مطمئن باشید زندگی شما تازه از اون به بعد با ارزش خواهد شد. همین الان از خودتون سوال کنید، من از زندگی چی میخوام؟ چه چیزی رو دیگه حاضر نیستم تحمل کنم؟ به چه مسئله میخواهید الان بگید نه؟ موضوع مهم این هست که باید راه خودتون رو پیدا کنید. دست از تطبیق دادن خودتون با بقیه بردارید. فقط برای ترس از مقاومت همرنگ جماعت نشید. با این کار فقط جلوی پیشرفت خودتون رو خواهید گرفت. ترس و شجاعت بهترین دوستان هم دیگه هستند. به صدای درون خودتون اعتماد کنید. به صدای قلبتون اعتماد کنید. افرادی خواهند آمد که سعی خواهند داشت خلاف اینو به شما تلقین کنند.
اونا میخوان به شما ثابت کنند که موجود ضعیفی هستید، که فقط یکی از میلیون ها هستید. حرف اونا رو باور نکنید. اونا مانند یک طوفان هستند که میاد و دوباره میره، ولی شما سر جای خودتون خواهید ایستاد، پر از قدرت، مانند یک سنگ بزرگ و محکم. لازم نیست کانها را متقاعد کنید که کار به حرف شما درسته. این جزء وظیفه شما نیست. وظیفه‌ای که شامل حال شما میشه اینه که نمونه‌ای برای اطرافیانتون باشید و بنا امید بدید. حتی اگر زمانی بیاد که احساس کنید دیگه کشش ندارید و قادر نیستید قدم بعدی رو بردارید، مطمئن باشید که موفق خواهید شد. درون دی ان ای شما پیشرفت ذخیره شده. نترسید، همیشه راهی پیدا خواهید کرد. این در طبیعت شماست. همه ما میگیم که عشق در قلبمون داریم، همه در مورد عشق صحبت میکنیم، ولی من به شما میگم در قلب شما قدرت دیگری هم به نام جرأت نهفته. جرأت زندگی کردن، جرأت تغییر دادن خود، جرأتی که شما رو به جلو هدایت میکنه، جرأتی که جرقه داخل شما رو روشن میکنه. قلب شما پر از احساس محبت بدون حد و مرزه، ولی در این حال یک جنگجو شجاع هم هست. اونقدر محکم و پر از قدرته که تصورش هم نمیتونید بکنید. درون شما یک قهرمان نهفته با قدرت بی نهایت. با هر مشکلی که سر راه قرار میگیره مرتب قویتر و قویتر میشه. لازم نیست کاری انجام دهید که صاحب این قدرت بشید، چون اون درون شما هست. پس با نیروی عشق الهی و با عشق بی پایان این قدرت رو در سلولهای بدنتون پیدا کنید و اون رو فعال سازید. شما خلق شدید که با سایه ها بجنگید و از درون خاکستر یک نور جدیدی بسازید. کره زمین با تمام موجوداتش، دردها و مشکلاتش جزوی از زندگی شما هستند. قوی ترین افراد کسانی هستند که با وجود ناراحتی‌های زیاد هنوز در حال جنگ هستند و امید خود را از دست نمیدن. میخندند، زندگی میکنند، عشق میورزند. این افراد اجازه ندادن قلبشون بر اثر ناراحتی به سنگ تبدیل بشه، بلکه تصمیم گرفتن همچنان محکم بایستن. آیا شما هم جزو این دسته از آدم ها هستی؟ فکر میکنید زندگی فقط زرش کشیدنه؟ فکر میکنید لزومی داره با اشخاصی نشست و برخاست کنید که هیچ خوبی برای شما ندارن؟ زمان آن خواهد رسید که مجبور خواهید شد این افراد رو از زندگی خودتون خارج کنید و دیگه به اونا اجازه ندید که قلبتون رو بشکنن و یا شما رو تحقیر کنن، فقط برای اینکه خودشون حالشون بهتر بشه. با کسانی باشید که شما رو آنطور که هستید قبول کنن. بقیه فقط وقت و انرژی شما رو خواهند گرفت. اگر دنبال این هستید که بدون هیچ مشکلی زندگیتون رو سپری کنید، باید به محلی برید که هیچ کس دیگه نباشه. در انزوا زندگی کنید و تمام روزها رو با مراقبه بگذرونید. کسی نمیتونه جلوی شما رو بگیره اگر این خواسته قلبی شما باشه. ولی شما اینجا هستید، بین 8 میلیارد آدم. تصمیم گرفتید قسمتی از این باشید و بهترین نسخه رو از خودتون بسازید. شرطی نیست که بدون مشکل و شکست زندگی کنید. مثل این هست که باید به وجود خودتون، به سلامتی و آرزوهای خودتون اهمیت بدید. باید به خواسته های خودتون توجه کنید. یک قسمتی درون شما کاملا به این موضوع آگاهه و اون قسمت عقل و مغز شما نیست، بلکه قسمتی هست که به دست فراموشی سپرده شده، قسمتی که اون رو دیگه باور ندارید. من از شما درخواست دارم خودتون رو برای این قسمت از وجودتون باز کنید. همین الان، نه فردا یا پس فردا، الان زمان اون رسیده که جرقه طلایی شما زده شود.